سلام رفقا، دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. موضوع ویدیو این هفته در مورد نتفلیکسه. خیلی وقت بود که میخواستم یه دونه ویدیو در مورد راه اندازی و اینکه چطور میتونید نتفلیکس رو ببرید روی تلویزیون قرار بود یه همچین ویدیویی بسازم، اما خب خیلی طول کشید. بابت این موضوع خیلی عذرخواهی میکنم، اما دوباره که شروع کردم تصمیم گرفتم که حتما این ویدیو رو خیلی سریعتر بسازم و روزش فرارسید. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. ازتون میخوام که من رو حمایت بکنید، چنل من رو سابسکرایب بکنید لطفاً، چون اینجوری خیلی من رو حمایت میکنید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. حالا بریم سراغ این که ببینیم چطور میتونیم نتفلیکس رو توی ایران، که خیلی ها فکر میکنن این سرویس توی ایران قابل استفاده نیستش، رو ازش استفاده بکنیم و بهتون نشون بدم که چطور میتونید ببریدش روی تلویزیون. اما برای اینکه بتونید روی تلویزیون نگاه بکنید، بهتون میگم که چه کارهایی باید انجام بدید. حتما بعد از این ویدیو، یه ویدیو من در مورد اندروید باکس شیائومی ساختم، حتما اون ویدیو رو تماشا کنید چون خیلی کمکتون میکنه. توضیحات اضافه ترش رو هم تو همین ویدیو بهتون میدم. اما بچه‌ها، یه سری محدودیت ها وجود داره. از قبل اینکه خب نتفلیکس میگه که ایران قانون کپی رایت رو رعایت نمی‌کنه، به خاطر همین ایران رو تحریم کرده. محدودیت دوم اینه که ایران میگه که محتوایی که شما دارید تولید می‌کنید، فیلم‌ها و سریالاتون مناسب فرهنگ ما نیست، به خاطر همین ایران هم نتفلیکس رو فیلتر می‌کنه. و مورد سوم که اینو می‌خوام آخرش بهتون بگم، الان نمی‌گم. بریم سراغ این که چجوری می‌تونیم نتفلیکس رو در واقع فعال بکنیم. خب بچه‌ها، بریم سراغ اینکه چطور باید این کار رو انجام بدیم. به خاطر دلایلی که بهتون گفتم و اون محدودیت‌ها، حتما باید از VPN استفاده کنید. دلیل اینکه بهتون تاکید می‌کنم چرا از VPN معتبر استفاده بکنید، اینجا خیلی حساسیت بالاست و ممکنه که اکانتتون بلاک بشه. به خاطر همین حتما از VPN معتبر استفاده کنید. لینک این VPN رو توی کپشن واسهتون قرار میدم، میتونید برید اکانتشو بگیرید و استفاده بکنید. خب برای اینکه مطمئن باشم، VPN هم کامل کانکت شده، از توی کروم وارد سایت whatsmyipaddress.com میشم. اینجا به من میگه که IP شما الان اینه و وقتی وارد جزئیاتش میشم، وارد دیتیلش میشم، میگه که شما الان توی آمریکا هست. از این بابت حتما بعد از اینکه VPN میزنید اطمینان حاصل بکنید، چون خب قراره که یه دونه خرید دلاری انجام بدید، باید اکانت نتفلیکس بخرید و برای اینکه اکانت نتفلیکس بخرید حتما مطمئن بشید که کشورتون به واسطه VPNی که زدید کشورتون عوض شده و آمریکا شده. ممکنه مثلا شما بچه‌ها گیفت کارت نتفلیکس ترکیه بگیرید، حتما اگر براتون مقدور هستش حتما کشوری که انتخاب میکنید مثلا ترکیه باشه، یا حالا اون کشوری که گیف کارت نتفلیکسش رو خریداری کردید. اگر داخل ایران نیستید که هیچی، اصلا اهمیتی نداره. خب من اینجا وارد سایت نتفلیکس میشم. بچه اینجا به خاطر اینکه من خیلی وقته تقریبا 3 ماهی میشه که اکانت نتفلیکس نخریدم، خب به خاطر اینکه قیمت دلار خیلی بالا رفت و خیلی گرون شده. من یه دونه پیام اینجا داده. من الان توی صفحه نتفلیکس خودم همونطوری که میبینید ساین این هستم، چون این گوشه بهم داره دکمه ساین اوت رو نشون میده. اما بهم یه پیام، یه دکمه اینجا واسه من گذاشته: ریستارت یور ممبرشیپ. من اینو میزنم ببینم که وضعیتم چجوریه بعد از این مدتی که اکانت نخریدم. خب همون جوری که میبینید اینجا به من یه دونه ویلکام بک داده و میتونم از این دکمه پلنی که در واقع قراره بخرم رو انتخاب کنم. همون جوری که اینجا میبینید بچه ها، اینجا 3 تا در واقع پلن نتفلیکس وجود داره، که یکیش بیسیکه، به شما رزولوشن 480 میده، یعنی حتی HD هم نیستش، میتونید $8.99 بخرید. یه دونه پلن استاندارد داره که فول HDه، 2 تا کاربر، نه 1 دونه کاربر روی 2 تا دیوایس،
دقت بکنید بچه‌ها، دو تا کاربر نیستش، یه دونه کاربر روی دو تا دیوایس میتونه ازش استفاده بکنه که قیمتش هم 13.99 دلار. یکی از خب بین این سه تا به نظر خود من همین بهترینش هستش که من همیشه این اکانت رو می‌خرم. به خاطر سرعت اینترنت توی ایران شما خیلی نمیتونید 4K استریم کنید، به خاطر اینکه خیلی باید پول اینترنت بدید، حداقل مثلا 5 مگابیت پر سکند خط اختصاصی بگیرید تا بتونید مثلا 4K استریم کنید. به خاطر همین بهتره که اصلا سراغش نرید. اما توضیح میدم $17.99 و اینکه خب بهترین کیفیت رو داره میده 4K به اضافه HDR. شما اینو دقت بکنید اگر تلویزیونتون HDR ساپورت میکنه، بچه ها روی 1080 HDR ندارید و اینکه این رو روی 4 تا دیوایس در واقع میتونید استفاده بکنید. خب یعنی در واقع اینجا توضیحی که میده میگه اون در واقع توی یک لحظه روی 4 تا اسکرین میتونید تماشا بکنید، ولی خب هر 4 تا دستگاه با یه دونه اکانت در واقع لاگین میکنن. اینم هست. خب من سرویس خودم رو انتخاب میکنم، کانتینیو رو میزنم. اینجا میگه که ببین اگر سی روز اولته خب من اگر بار اولته که اکانت میخری، من 30 روز اول رو بهت فری میدم، خب و $13.99 تو رو روی پلن مثلا استاندارد از ماه دوم حساب میکنم. من بهش میگم اوکی تانکس، احتمالا این رو به من بده، ولی من قبلا از این استفاده کردم، یعنی یه ماه خریدم و دو ماه به هم داد. احتمالا به خاطر اینکه خیلی وقته که من اکانت نخریدم، به من بابت یک ماهی که دارم پرداخت میکنم دو ماه رو ده. نمیدونم، بریم نگاه کنیم ببینیم به چه صورت هستش. میگه آخرین چیزی که باید بهت بگم قبل از اینکه اکانت ممبرشیپ خودت رو ریستارت کنی، تو باید پیمنت متد خودت رو ست کنی که چجوری این $13.99 رو میخوای به من بدی. من کانتینیو میزنم بچه اینجا. من میگم که ببین من گیفت کارت دارم و میخوام ریدیم کنم. ریدیم کردن یعنی بازخرید کردن. شما یعنی یه بار گیفت کارت رو خریدی، حالا اینجا دوباره میخوای یه خرید انجام بهش باش انجام بدی، به خاطر همین این رو از شما میخوام. حالا دو تا موضوع وجود داره. یکی اینکه کد گیفت کارت منو میخواد، خب که من گیفت کارت رو خریدم، از جایی هم که گیفت کارت خریدم حتما لینکش رو واسهتون تو کپشن قرار میدم که میتونید برید از اونجا، قیمتاش خیلی مناسب تره، میتونید ازش گیفت کارت نتفلیکس و حالا بقیه گیفت کارت جای دیگه رو بگیرید. خب بچه‌ها برای اینکه گیفت کارت خودتون رو کد گیفت کارتی که خریدید رو وارد بکنید، کاری که انجام میدید اینه که تو قسمت گیفت کارت پین و کد میاد در واقع اون گیفت کارتی که خریدید رو کپی پیست میکنید. یه دونه زیپ کد هم ازتون میخواد. شما زمانی که داشتید ساین اپ میکردید، داشتید رجیستر میکردید، ثبت نام میکردید برای اینکه یه دونه اکانت نتفلیکس بسازید، حالا اسم نام و نام خانوادگی و آدرس ایمیلی که ازتون گرفته، قطعا یه دونه زیپ کد هم ازتون گرفته. از همین سایتی که واسهتون گذاشتم که برید گیفت کارت بگیرید، حتما میتونید در واقع یه قسمتی داره که یه سری زیپ کد ولید وجود داره که میتونید کپی کنید. حتما از همون زیپ کدی برای خرید استفاده کنید که زمان رجیستر ازش استفاده کردید. خب من کاری که انجام میدم دکمه ریدیم گیفت کد رو میزنم، منتظر میشم که ببینم چه جوابی به من میده. میگه خب برای بعدن استپ دوم، میگه الان گیفت کارت تو وارد کردی، برای بعدن از چه مدل در واقع پیمنت متدی استفاده میکنی برای پرداخت های بعدی. خب کاری که من اینجا انجام میدم اینه که میگم که فعلا اینو برس من اسکیپ کن. میگه که اینو میخوای و هنوز داره از من میگه که شما یه گیفت $15 اپلای کردی، بنابراین خب من کاری که انجام میدم اینو دیگه چنج نمی کنم، پلن استاندارد رو انتخاب میکنم و استارت ممبرشیپ هم رو میزنم. حالا دیگه اینجا متوجه میشم که اون یک ماه اضافه رو به من میده یا نمیده. اینجا در واقع شماره تلفن ایران من هستش، من میتونم این رو چنج هم بکنم، میتونم این رو بذارم روی
United States و این شماره رو عوض بکنم. خیلی دقت کنید بچه‌ها که شماره‌ای که وارد می‌کنید شماره درست باشه. میگه که دیوایس هایی که در واقع روش می‌خوای انتخاب کن که رو چه دیوایس هایی در واقع می‌خوای اینو نگاه بکنی. What device will you be watching on؟ چه دیوایس هایی هستش که شما رو اون می‌خواید نگاه بکنید؟ خب من یکیشو می‌ذارم دسکتاپ یا لپتاپ، یه دونه‌ش هم می‌ذارم روی اسمارت تی وی و بلوری پلیر. میگم که روی این دوتا دیوایس میخوام نگاه بکنم، بنابراین continue میزنم. میگه که دوتا پروفایل داری که حالا من دوتا پروفایل دارم اینجا، میخوای اضافه بکنی؟ میگم که یه دونه پروفایل دیگه هم میخوام اضافه بکنم. و کانتینیو رو میزنم. اینجا میگه کدومی که از این افرادی که توی این پروفایلات اضافه کردی، چون به تعدادی در واقع یه تعدادی حدود 5 تا پروفایل به شما میده. چرا؟ چون یک فامیلی رو در نظر میگیره، میگه خب پدر هست، مادر هستش، احتمالاً چند تا بچه دارن. این که در واقع میخواد کاتگوری کنه، دسته‌بندی بکنه ویدیوهای مختلف رو. خب من میام اینجا میگم که یه دست پروفایلی که من اینجا گذاشتم خب کیس هستش و کانتینیو رو میزنم. چرا استرس آور اینقدر از آدم سوال میکنه؟ آدم فکر میکنه که ممکنه که یه جایی بهتون گیر بده، ولی شما سعی کنید که خیلی استرس نگیرید. استرسش با من شما فقط پیاده سازی کنید. خب کانتینیو رو میزنم. منتظر میشم ببینم که چه اتفاقی میفته. خب اکانت من فعال شد. واو. اولین پیشنهادش هم به من آوردر ده. خیلی خوبه. خیلی. اینجا حالا اون پروفایلی که من ساختم میتونم چنج بکنم بینشون که ازشون استفاده بکنم. میگه که میخوای نوتیفیکیشنشو داشته باشی. من معمولا همه نوتیفیکیشن ها رو بلاک میکنم، ولی این یه دونه رو فکر میکنم استثناتری نوتیفیکیشنی هستش که من از کروم میگیرم و الان میدم بهش بخاطر که نوتیفیکیشن هاشو به هم بده. خب بچه ها اینجوری میتونید اکانت نتفلیکس بسازید و فعالش بکنید. مستلزم اینه که یه 15 دلار، 8 دلار، 17 دلار، هر چقدر که حالا خودتون پلنش رو میخواید حتما بگیرید و استفاده بکنید. این از این. اما مورد سوم بچه ها، چیزی که میخوام بهتون بگم، این وسط ویدیو بهتون بگم که دوتا موردش رو گفتم، یکیش رو نگفتم. مورد دومش اینه که استفاده از نتفلیکس در ایران به خاطر قیمت دلار فقط به صرفه نیست. اگر درآمد دلاری دارید، اگر میتونید ازش استفاده بکنید، استفاده بکنید، چون اینجوری قانون کپی رایت رو هم نقض نکردید و خیلی بیشتر حالش رو میبرید. اینو مطمئن باشید. حالا بریم سراغ این که روی تلویزیون بهتون رو همون اندروید باکسی که قبلا یه بار بهتون نشون دادم که چجوری میتونید از این سرویس استفاده بکنید. خب بچه ها من دارم از تصویر تلویزیون کپچر میکنم، یعنی دوربین گذاشتم جلوی تصویر تلویزیون که خب این کاری که الان میخوام انجام بدم واسه تو بیشتر قابل لمس باشه. اندروید باکسم رو روشنش میکنم. خب این با این تصویر آشنایی دارید، قبلا هم این تصویر رو دیدید. برای اینکه نتفلیکس رو روی اندروید باکس رو اندازی بکنیم، چون خیلی هاتون تو کامنت ها پرسیده بودید که چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم، شما دو تا نرم افزار عمده احتیاج دارید. اولیش خود حالا نتفلیکس هستش که اینجا من از توی گوگل پلی استور دستگاه هم دانلودش کردم و دارمش. و اینکه خب همونطور که گفتم اینجا هم مثل روی پی سی باید شما VPN بزنید. من کاری که کردم همون VPNی که داشتم استفاده میکردم که گفتم لینکشو براتون میذارم توی کپشن، همون VPN رو من نسخه اندرویدیشو APKشو فایل نصبیشو آوردم نصب کردم که به توی اپلیکیشن هم وجود داره. ستینگو که بزنم توی اپلیکیشن برم
اینجا من توی آل اپس بعضی وقتا میره توی این شو سیستم اپ که من مجبور میشم از توی اپلیکیشن های سیستمی پیداش بکنم. اسپید وی پی ان رو ای پی کیش رو بیارید از طریق فلش روی اندروید باکستون نصب بکنید، یه به صورت ورتیکال یعنی به صورت عمودی نشونتون میده، چون ای پی کیش برای موبایل هستش و هنوز اپلیکیشنی برای تلویزیون ننوشتن، منتها اگر بازش کردید و افقی باز شد یه دونه نرم افزار ست اورینتیشن هم هستش که این ست اورینتیشن رو اگر نصبش بکنید و بذارید تنظیماتش رو حالت لند اسکیپ، وی پی انتون رو به صورت افقی بهتون نشون میدن. دقیقا همون اپی که من روی ویندوز هم داشتم رو اینجا بازش میکنم و سعی میکنم همون وی پی انی رو بزنم که روی همیشه از اون در واقع پروتکل و همون سرور استفاده میکنم. به خاطر همین من میذارمش روی سروری که روی ویندوز استفاده میکردم و دیدید که چقدر هم سریع کانکت شد. حالا کاری که انجام میدم اینه که از اینجا میام بیرون، برمیگردم روی هوم، حالا اینجا وارد نتفلیکس میشم. ببینید که چقدر ساده نتفلیکس باز میشه روی تلویزیون و میتونید ازش استفاده بکنید. لود اولیه‌اش بچه ها یکم طول کشید به خاطر که مدت زیادی بود من از نتفلیکس هم استفاده نکرده بودم. الان همونطوری که میبینید اینجا سه تا پروفایلی که من ساخته بودم برام اومده. من وارد پروفایل خودم میشم چون یک سری از فیلم‌ها و سریال‌ها رو فیوریت کردم. اینجا میگه که نمیخوای به قول معروف یه دونه پروفایل دیگه بسازی که من نساختم. خب حالا اینجا لیست ویدیوها واسه من میادش، لیست فیلم‌ها و سریال‌ها واسه من میادش و من میتونم انتخاب کنم و نگاه کنم. همینه دیگه، دیگه چیز خیلی خاصی نداره. مرسی که تا اینجای ویدیو با من هستید و دمتون گرم که چنل من رو حمایت میکنید. باز هم ازتون میخوام که اگر از این دست ویدیو خوشتون میاد لطفاً کامنت بذارید و چنل من رو سابسکرایب بکنید و اینم بدونید که بچه ها اینجوری خیلی دارید من رو حمایت میکنید و من خیلی به حمایت شما احتیاج دارم. مرسی.